محمد انشایی هستم، کارشناس ارشد موسیقی ایرانی از دانشگاه تهران. فعالیت اصلیم در زمینه اجرا و آموزش موسیقیه. در زمینه آموزش چه در کلاس آزاد چه در دانشگاه سال هاست که مشغول به کار هستم و بیشتر فعالیتم در ژانر موسیقی ایرانیه و در گروه ها و اجراهای مطرحی چه در سطح ملی چه در سطح خارج از کشور تونستم در این سالهای اخیر حضور داشته باشم. یکی میگیش شما دو تا معشوقه که منظور شما یکیش هنر خوشنویسی است و یکیش هنر موسیقی، اینا در واقع یکی هم ده تا هم باشن یکی هم، بخاطر که من یک نفر هستم. حالا یا این اقبال من بوده که این دو عرصه رو بتونم برای خودم داشته باشم تا حدی، نه حد خیلی بالایی، تا حد متوسطی، امیدوارم که رو به رشد باشه این قضیه، ولی این دوتا یکی هستن به خاطر اینکه من یک نفر هستم. حالا یا در اون قالب خودم رو بروز میدم یا در این قالب. به واسطه اینکه رشته تحصیلی من موسیقی بوده و موسیقی از یک زمانی خیلی بر من جدی‌تر شده و کلاً اصلا ماهیتاً موسیقی یک برد خیلی بیشتری داره نسبت به هنرهای دیگه، مخصوصا هنرهای تجسمی، اینه که بیشتر در زمینه موسیقی فعال شدم و همیشه در کنارش خط هم می‌نوشتم. از همون دوران نوجوانی استاد من جناب استاد رحمان نژاد بودن که یک نسلی از خوشنویسان این خطه رو ایشون تربیت کردن. دیگر بعد از اون استادی به اون صورت که بخوام خدمتشون برم و شاگردی کنم نبوده، ولی بیشتر مشق می‌کردم از روی خط اساتید. من به شعر کلاسیک ایران خیلی علاقه‌مندم و دیوان اشعار اکثر شعرهای کلاسیک رو مطالعه کردم، نه فقط خوندم، میتونم بگم مطالعه کردم، یعنی علاوه بر خود اشعار کتب پیرامونشون رو هم مطالعه کردم. و اگر قائل به این باشیم که هر کسی باید شاعر خودش رو پیدا کنه، من میتونم این رو با قاطعیت بگم که شاعر خودم رو پیدا کردم، یعنی اون کسی که اشعارش و نگاهش به شعر و نگاهش از زاویه شعر به زندگی به خودم نزدیکه و به روحیاتم نزدیکه رو پیدا کردم و واقعا هم پیدا کردم، یعنی گشتم و پیدا کردم، همه رو گشتم و پیدا کردم. ادبایی که در دوران معاصر به سعدی پرداختن، از برجسته‌ترین اونها به محمد علی فروغی میتونیم اشاره کنیم، زکاالملک که ایشون اولین تصحیح کلیات سعدی رو داشتن در بعد از ظهور صنعت چاپ نوین و ایشون مقدمه خیلی جالبی دارن بر اون کلیات. میگفتن که این سوال برای ما پیش میاد که چرا با اینکه 700 سال فاصله است بین ما و سعدی، سعدی به زبان امروز ما انگار که سخن میگه. ما بعد از سعدی هم شعرهایی داشتیم ولی زبان اونها رو از خودمون دور میدونیم، اما زبان سعدی یه وقتایی کاملا زبان امروز ماست. و ایشون جواب این سوال رو اینطور داده بودن که برعکس، این ما ایم که امروز زبان سعدی رو انتخاب کردیم که به اون زبان صحبت کنیم. علتش هم اینه که ساده تر از زبان سعدی و گیراتر از زبان سعدی پیدا نکردیم. به طور اتفاقی در کنار خیابون در دست یک دستفروشی به کتابی برخوردم که روش نوشته بود قلمرو سعدی و گوشه سمت چپش ریز با قلم کتابت نوشته شده بود علی دشتی. من به خاطر اسم سعدی و به خاطر اینکه مجموعه یک مجموعه جالبی است، این کتاب رو خریداری کردم و از همون روز شروع کردم به خوندن. اون کتاب مسیر مطالعه من رو تغییر داد، من رو به سعدی خیلی خیلی بیشتر علاقمند کرد، من رو به اون نویسنده علاقمند کرد.
آقای دکتر رضا داوری اردکانی که استاد فلسفه دانشگاه تهران هستند و صاحب تألیفات زیادی در زمینه فلسفه هستند، یه خطابه‌ای داشتن که بخش خیلی جالبی داشت. این سوال رو مطرح کردن که چرا حرف فیلسوف به خاطر مردم سپرده نمیشه. حالا من نقل به مضمون میکنم صحبتشون رو، ولی شعر شاعر رو مردم حفظ میکنن. جوابی که دادن این بود که چون شاعر حرف خودمون رو به خودمون میزنه، اون عواطفی که در خودمون وجود داره و اون نیازی که در خودمون وجود داره که خودمون نمیتونیم به اون خوبی بیان کنیم، شاعر خیلی بهتر از ما میاد اون رو بیان میکنه. و به طور مشخص به سعدی اشاره کردن و گفتن که به این علت ما به سعدی نیاز داریم. و حرف جالبی زدن، گفتن که وقتی ما سعدی رو حفظ میکنیم در واقع خودمون رو حفظ میکنیم. حالا من صحبت ایشون رو وام میگیرم و میگم که وقتی من سعدی رو می‌نویسم در واقع خودم رو می‌نویسم. کاتب تا همین 100 سال گذشته یک جنبه بسیار کاربردی داشته، یک شغل بوده و یک شغل خیلی محترمی بوده. حتی اون موقعی که ما کوچیکم بودیم یادمه که خوشنویسان خیلی سرشون شلوغ بود، سفارش داشتن. اما امروزه یه مقدار ورود کامپیوتر به این حوزه از بعد کاربردی خوشنویسی کم کرده. و یه عامل دیگه‌ای که باعث میشه که اقبال به این هنر خیلی زیاد نباشه، دوره آموزش بسیار طولانی این هنره، اینکه زندگی اونقدر شلوغ شده مخصوصا برای جوانهای امروز که خیلی جایی برای پرداختن به چنین هنری در زندگیشون شاید نباشه. ولی با این حال میبینیم که چقدر بین یک قشری هنوز زنده است و هنوز مشغول فراگیری هستن و چه خوشنویسان جوان بسیار خوبی وجود دارن.